همراه هستیم با همکارم احمد سمدی از برلین آلمان احمد به نظر میاد که مقام های جمهوری اسلامی بالاخره به نوعی خودشون رو دارن برای گفتگو با آمریکا آماده میکنن در ارتباط با روندی که طی شده تا این نشست بخواد برگزار بشه چه اطلاعی داریم بذار اول اشاره کنم به اظهارات دیروز آقای سرگئی لاوروف که او اولین نشانه ها رو دیروز او داد و گفتش که نشانه های مثبتی از سوی ایالات متحده دیده شده و همچنین یک نقشه راه غیر رسمی برای بازگشت همزمان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تعهدات برجامی تهیه شده اما خب امروز دیپلماتها ها گفتن که ظاهرا نشستی بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده دیپلماتها ها به خبرگزاری کیودو گفتن که جمهوری اسلامی پیشنهادهای جدید و سازنده ای رو به امید نجات برجام در آخرین فرصت ارائه کرده و این هم خودش میتونه نکته قابل تعملی باشه ظاهرا مقامات ایرانی و یک دیداری هم با نمایندگان روسیه و چین در روز سهشنبه داشتن و در نهایت تصمیم گیری شده که نشست کمیسیون برجام فردا به صورت مجازی برگزار بشه که باید اصلاح کنم که ریاست این نشست رو آقای انریک مورا بر خواهد داشت که در واقع ایشون معاون سیاسی آقای جوزف پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام هستند و نشست و دستور کار نشست هم قرار هستش که در واقع نحوه اجرای کامل برجام و همچنین بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام خواهد بود اما در این خبر یک خبر دیگه منتشر شد که اون هم میتونه قابل تعامل باشه که آقای میخائیل اولیانوف که نماینده روسیه در نزد سازمان های بین المللی در شهر وین هست او هم اعلام کرده که آقای لاوروف به ایران سفر خواهد کرد وزارت خارجه روسیه تاریخ این سفر رو 13 آوریل اعلام میکنه اونچه که آقای اولیانوف گفته این هستش که گفتگوهای آقای لاوروف با مقامات ایرانی فراتر از برجام خواهد بود و ظاهرا قرار هستش که در خصوص طرحهای مشترک انرژی و همچنین طرحهای مشترک حمل و نقل و مسائل فرهنگی گفتگو بشه و این سفر از اون جهت میتونه قابل تعامل باشه که در هفته های گذشته هم شاهد بودیم که وزیر امور خارجه چین به تهران سفر کرد و یک توافقنامه جامع 25 ساله با مقامات جمهوری اسلامی ایران امضا شد. از طرفی هم احمد همچنان ها وجود داره در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران از سوی حالا افرادی یا طرفایی که در واقع توی خود برجام هم هستن مثل فرانسه چقدر این نگرانی ها مرتبط هست با این گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ارتباط با افزایش های پیشرفته ای ایران صحبت کرده باید بگم با توجه به گزارشی که آژانس امروز اعلام کرده میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه خب آژانس اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران چهارمین آبشار از سانتریفیوژ های آی آر دو که 174 تایی هست رو خب به بهره برداری داره ازش میکنه دو سانتریف دوش آبشار دیگه 174 تایی رو هم نصب کرده و از اونها هنوز البته استفاده نمیکنه و اعلام کرده که الان در حال حاضر علاوه بر 5060 سانتریفیوژ نسل اول چیز در حدود 696 سانتریفیوژ آی آر دو ام و یک آبشار 174 تایی از سانتیفیش های نوع IR4 داره الان فعالیت میکنه و از طرف دیگه خب میدونیم که افزایش ذخایر غنیسازی اورانیوم 3.5 درصدی و 20 درصدی افزایش پیدا کرد و در گزارش های قبلی آژانس هم خب بود که در واقع تحقیق و توسعه در صنعت هسته ایران هم نگران کنند است بر همین اساس هم دیدیم که امروز فرانسوی با اینکه خب تلاش میکنن که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رو پای میز مذاکره اما در عین حال تاکید میکنن که با توجه به اینکه یک ماه هستش که بازرسی ویژه آژانس متوقف شده و از طرف دیگه خب فعالیت هسته ایران افزایش پیدا کرده و همچنین ذخایر اورانیوم این میتونه خودش یک موضوع نگران کننده برای جامعه بین المللی باشه